شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروح خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 23 ژانویه 2024 میلادی برابر است با 3 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. اجرای حکم اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی در سحرگاه سه‌شنبه 3 بهمن ماه در زندان قزل‌حصار توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی موجی از خشم عمومی را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخت و ناظران این اعدام‌ها را انتقام جمهوری اسلامی از مردم ایران در پی کشته شدن تروریست‌هایش در منطقه دانستند. خبرگزاری‌های حکومتی در ایران در ساعات اولیه صبح سه‌شنبه اعلام کردند که محمد قبادلو در زندان قزل‌حصار اعدام شده است، اما درباره اجرای همزمان اعدام فرهاد سلیمی سکوت کردند. ساعتی بعد منابع حقوق بشری تایید کردند که هر دو زندانی سیاسی در زندان قزل‌حصار استان البرز اعدام شدند. امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو با رد ادعای خبرگزاری میزان مبنی بر ابلاغ حکم شعبه 39 دیوان عالی جمهوری اسلامی تاکید کرد که هرگز این حکم به ما ابلاغ نشده است. او با تاکید بر اینکه پرونده در حال رسیدگی به اعاده دادرسی بوده گفت چگونه می شود حکم قصاص را قبل از ابلاغ اجرا کرد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران هم تاکید کرده که اعدام فرهاد سلیمی همچون محمد قبادلو مصداق قتل فراغذایی است و علی خامنه‌ای و مسئولان قضایی نظام فاسد جمهوری اسلامی باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند. علی کریمی چهره سرشناس فوتبال ایران و از مخالفان جمهوری اسلامی با تکرار شعار مرگ بر خامنه جنایتکار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در پی آن همه خون که بر این خاک چکید ننگمان باد این جان، شرممان باد این نان، ما نشستیم و تماشا کردیم. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی تاکید کرد که رژیم درمانده خامنه ای انتقام کشته شدن تروریست هایش در سوریه، لبنان و یمن و عراق را از مردم ایران، جوانان و کودکان بیگناه می گیرد، با این هدف که به معدود حامیان متزلزل خود امید بدهد و ملت ایران را در مبارزهشان ناامید کند. به ضمن همدردی با خانواده محمد، با مادر و پدر داغدارش خطاب به آنها گفت سرتان را بالا بگیرید و به فرزند قهرمانتان افتخار کنید. ستاره محمد از امشب در آسمان ایران می درخشد. مسیح علی نژاد فعال حقوق بشر و روزنامه نگار هم تاکید کرد تا زمانی که غرب به جای تنبیه کردن جمهوری اسلامی برای قاتلان ملت ایران فرش قرمز پهن می کند، آنها نیز جوانان بیشتری را در ایران اعدام خواهند کرد. او با اعتراض به حضور حسین امیر عبداللهیان در نیویورک گفت شرم‌آور است که همزمان با اعدام محمد قبادلو وزیر خارجه تروریست جمهوری اسلامی ویزای آمریکا دریافت کرده و آزادانه در نیویورک گردش می کند. دولت بایدن باید این ویزا را ابطال کرده و امیر عبداللهیان را از خاک آمریکا اخراج کند. بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه، با ارجاع پرونده ماهان صدارت مدنی از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه همعرض، حکم اعدام او به نفی ولد و تبعید تغییر پیدا کرده است. ماهان صدارت از بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی در آبان ماه سال 1401 با اتهام محاربه توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود. مصداق اتهام او هم کشیدن سلاح سرد به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و ترس در محیط شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بوده است. دادگاه انقلاب خرم‌آباد غزاله زارع فعال حقوق کودکان کار و خیابان را به 3 حبس تعزیری محکوم کرد. خبرگزاری حقوق بشری هرانا روز دوشنبه 2 بهمن ماه نوشت اتهامات خانم زارع تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه و دستجات با هدف برهم زدن امنیت کشور اعلام شده است. به گزارش این خبرگزاری، مقامات قضایی در صدور این حکم به مواردی چون شرکت این فعال مدنی در 5 جلسه کارگاه تحلیل کتاب اشاره کردند. قوه قضاییه اعلام کرد که علی اکبر رائفی پور، سخنران و چهره جنجالی نزدیک به حکومت، بعد از طرح ادعای دریافت رشوه توسط یکی از نمایندگان مجلس از سوی دادستانی تهران دعوت شد تا اسناد و مدارک خود را در این زمینه ارائه بدهد.
آقای رائفی پور هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی حکومتی گفته بود که یکی از نمایندگان مجلس 140 سکه طلا رشوه گرفته بود تا یک تحقیق و تفحص در مجلس را متوقف کند. مرکز رسانه قوه قضاییه امروز شنبه خبر داد که بعد از حضور او در دادستانی و بررسی موضوع توسط مقامات قضایی نتیجه اعلام خواهد شد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی انتقاد کردند که قوه قضاییه دیگران را احضار می‌کند ولی رائفی پور را دعوت کرده است. روزنامه اعتماد روز دوشنبه به نقل از نزدیکان رائفی پور نوشته بود که او اسناد تخلفات و مفاسد را در اختیار دارد و در صورت لزوم به مقامات قضایی ارائه خواهد داد. از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس در واکنش به اظهارات این سخنران تندرو که نزدیک به اصولگرایان است گفتند که اگر اتهامات او ثابت نشود باید با او برخورد شود. کمیسیون خیریه بریتانیا، نهاد بررسی عملکرد سازمان‌های خیریه در انگلستان و ویلز، در مورد اشاعه یهودی ستیزی از توی مؤسسه خیریه التوحید تحقیق می‌کند. این مؤسسه مدیریت کانون توحید لندن از نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. بی بی سی با انتشار گزارشی به شعارهای مرگ بر اسرائیل در کانون توحید لندن و نشست آنلاین با حسین یکتا عضو شورای مرکزی قرارگاه انبار اشاره کرده است. یکتا در جریان این نشست که در ماه سپتامبر سال 2020 برگزار شد از دانشجویان بریتانیایی خواسته است که افسر جنگ نرم باشند. در میان اسنادی که در این باره منتشر شده، سخنرانی سعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیده می شود. او در سخنرانی آنلاین خود خطاب به دانشجویان بریتانیایی ضمن انکار هولوکاست خواهان حذف یهودیان در سراسر جهان شد. قاسمی در جریان سخنرانی خود برای انجمن دانشجویان اسلامی بریتانیا به نبردی آخرالزمانی برای پایان یهود اشاره کرد. این سخنرانی در ژانویه سال 2021 انجام شده است. روزنامه تایمز لندن و نشریه جویش نیوز 30 مرداد از انجام تحقیقات درباره برگزاری مراسم بزرگداشت برای قاسم سلیمانی در کانون توحید لندن خبر دادند. پیش از این کستا عربی در تحقیقی که در نشریه جویش کرونیکال منتشر شد نوشت مؤسسه توحید نه تنها علیه شهروندان بریتانیا توطئه‌های تروریستی طراحی می‌کند، بلکه به طور علنی و با روش‌های خاص داعش و القاعده به دنبال شستشوی مغزی جوانان و پرورش افراطی‌گری و تروریسم در خاک بریتانیا است. به گزارش بی بی سی اکنون به تمام این موضوعات مسئله رشد و گسترش یهودی ستیزی در بریتانیا هم اضافه شده است. بینندگان هشمند در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازار می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه‌های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد.
چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. وزیر امور خارجه بریتانیا یک روز بعد از دور جدید حمله مشترک با آمریکا به حوثی‌های یمن اعلام کرد که اقدام برای تضعیف ظرفیت‌های نظامی این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. دیوید کامرون روز سه‌شنبه گفت کاری که بار دیگر انجام دادیم ارسال واضح‌ترین پیام است که نشان می‌دهد به ضعیف کردن توانایی آنها برای حمله ادامه خواهیم داد. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که به نیویورک سفر کرده روز سه‌شنبه خبر داد که جمهوری اسلامی به آمریکا پیام و هشدار جدی داده که حملات مشترکش با بریتانیا علیه حوثی‌ها تهدید صلح و امنیت در منطقه و تشدید دامنه جنگ است. بیفزود که هفته گذشته در جریان کنفرانس داووس در سوئیس به وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است که حمله به حوثی‌ها که آن را تنش افزایی در دریای سرخ و علیه یمن خواند یک خطای استراتژیک بوده است. ارتش اسرائیل امروز شنبه اعلام کرد که 24 سرباز این کشور در یک روز در غزه کشته شدند و این بدترین روز جنگ غزه را برای اسرائیل رقم زد. به گزارش رویترز، سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هاگاری گفت بعد از تیراندازی شبه نظامیان به یک تانک در کنار دو ساختمان که سربازان اسرائیلی برای تخریب آنها مین‌گذاری کرده بودند، 21 سرباز بر اثر انفجار کشته شدند. بیشتر گزارش شده بود که 3 سرباز هم در یک حمله جداگانه در جنوب غزه کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در همین رابطه گفت دیروز یعنی دوشنبه یکی از سخت‌ترین روزهای خود را از زمان شروع جنگ تجربه کردیم. به نام قهرمانانمان، به خاطر جانمان، تا پیروزی مطلق دست از مبارزه بر نخواهیم داشت. رویترز اظهارات یک فلسطینی ساکن غزه به نام ابو خالد را منتشر کرده که گفته است مقاومت گفته بود که غزه را به گورستانی برای اشغال تبدیل خواهد کرد و این همان چیزی است که در حال رخ دادن است. در همین حال جروزلم پست به نقل از دیگر رسانه‌های اسرائیلی در روز سه‌شنبه گزارش داد که حماس پیشنهاد اسرائیل برای آتش‌بس 2 ماهه در ازای آزادی همه گروگان‌ها را رد کرده است. نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه عملیات بزرگی را برای تصرف بخش‌های باقی مانده از خان یونس، شهر اصلی در جنوب نوار غزه که 100,000 فلسطینی آواره را در خود جای داده، آغاز کردند. ساکنان منطقه تلفنی به رویترز گفتند که تانک‌های اسرائیلی که از غرب شهر پر از جمعیت به سمت دریای مدیترانه پیشروی می‌کردند، روز سه‌شنبه آخرین راه به سمت ساحل را بستند و راه فرار غیر نظامیانی را که تلاش می‌کردند از جنوب غربی به سمت مرز مصر فرار کنند، مسدود کردند. به گفته مقامات بهداشتی فلسطینی در غزه دست کم 195 فلسطینی در عرض 24 ساعت کشته شدند و تعداد ثبت شده کشته شدگان فلسطینی به 25490 تن افزایش یافته است. پاکستان و جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کردند که سفیرانشان تا پایان هفته جاری به محل مأموریت خود باز خواهند گشت. دیپلمات‌های ارشد دو کشور در یک تماس تلفنی روز جمعه بر تنش زدایی و برقراری مجدد روابط کامل دیپلماتیک توافق کردند. کامران بخاری، کارشناس مسائل امنیتی مستقر در واشنگتن، گفته است که حملات ایران لزوماً در پاسخ به تروریسم در حال افزایش نیست، بلکه با هدف ارسال پیامی به واشنگتن در چارچوب جنگ خونین اسرائیل و حماس است. به گفته بخاری، آنها بهانه‌ای را برای ایران فراهم کردند تا کاری متفاوت
انجام بدهد که اساساً این است که به ایالات متحده تلگراف کنیم که ببینید ما میدانیم که شما از رویارویی مستقیم با ما صحبت میکنید، اما اگر شما این کار را انجام بدهید ما توانایی گسترش بیشتر این جنگ را داریم. بخاری معتقد است که تهران پاکستان را انتخاب کرد زیرا این کشور متحد ایالات متحده است، اما در بحران‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی غوطه بر است و بنابراین احتمال کمتری دارد که وارد یک رویارویی گسترده شود. در حالی که دولت بایدن اقدام ایران را محکوم کرد، بخاری فکر می‌کند که کسانی در واشنگتن که طرفدار رویارویی مستقیم با تهران هستند ممکن است که بگویند ما هرگز به خاک ایران حمله نکردیم. اکنون که پاکستانی‌ها این کار را انجام دادند این یک بدعت‌گذاری است. روسیه در جدیدترین حمله موشکی خود به چند شهر اوکراین باعث کشته شدن چند تن و مجروح شدن حدود 50 تن دیگر شد. در همین حال کیف میگوید که حدود نیمی از موشک‌های شلیک شده را سرنگون کرده است. به گزارش رویترز حملات موشکی روسیه در اولین ساعت‌های روز سه‌شنبه بیشتر بر دو شهر بزرگ اوکراین شامل کیف پایتخت و خارکیف در شرق کشور متمرکز بود. به گفته پلیس و فرماندار خارکیف بر اثر اصابت موشک به 30 ساختمان مسکونی دست کم 2 تن کشته و 35 تن زخمی شدند. شهردار خارکیف به تلویزیون محلی گفت نیروهای امداد همچنان در حال جستجو برای یافتن 4 تن زیر آوار هستند. از سوی دیگر مقامات کیف میگویند که در حمله موشکی روسیه به 3 منطقه این شهر حدود 20 تن از جمله یک پسر 13 ساله زخمی شدند. نیروی هوایی اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که 41 موشک به سمت این کشور در روز سه‌شنبه شلیک شد که پدافند هوایی 21 موشک را رهگیری و ساقط کرد. رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین در واکنش به این حملات گفت جهان باید درک کند که این حملات تروریستی فقط با زور متوقف خواهد شد. دولت کانادا میگوید برای نظم دادن به وضعیت دانشجویان خارجی صدور ویزای دانشجویی را به مدت 2 سال محدود خواهد کرد. وزیر مهاجرت کانادا روز سه‌شنبه گفت در سال میلادی جاری 360 هزار ویزا برای تحصیل دانشجویان کشورهای دیگر در مقطع کارشناسی صادر می شود که این میزان 35% کمتر از تعداد ویزای صادر شده در سال 2023 میلادی است. مارک میلر اعلام کرد که این کاهش صدور ویزا در برخی ایالات این کشور به 50% هم خواهد رسید. میلر در این زمینه گفت این غیر قابل قبول است که برخی مؤسسات خصوصی با راه اندازی پردیس‌های با منابع کم، عدم حمایت و دریافت هزینه‌های تحصیلی بالا از دانشجویان خارجی سوء استفاده می‌کنند. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دریافت سریع اقامت کانادا با برنامه استارتاپ قابل توجه کلی افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و تسلط به زبان انگلیسی در حد آیلتس 5. من دکتر اشکان عالمی، مدیر عامل شرکت عالمی گروپ، و من آرمان عالمی، وکیل رسمی دادگستری در اونتاریو و بریتیش کلمبیا، راه شما را برای رسیدن به اقامت دائم در کانادا همراه می‌کنیم. با ما تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در 1 هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در 1 هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت،
اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. نتایج تحقیق دانشمندان درباره ماهیات سنگ‌های مقدس در یک مکان باستانی در روستایی در ایالت مادیا پرادش هند توجه مردم محلی و کارشناسان طبیعت را به خود جلب کرده است، چرا که توپ‌های سنگی که نسل در نسل توسط ساکنان پرستیده می‌شدند آن چیزی نبود که تصور می‌شد. این اشیاء با قطر 18 سانتی متر و تقریبا به اندازه کف دست که مردم محلی آنها را به نام سنگ شیبا می‌شناسند، خدایان سرپرست باستانی بودند که از مزارع و دام‌ها محافظت می‌کردند، تا اینکه تیمی از دانشمندان از مؤسسه علوم دیرینه‌شناسی هند تصمیم گرفتند که این سنگ‌ها را بررسی کنند و در کمال تعجب دریافتند که این اشیاء در واقع تخم‌های فسیل شده تیتانوسور است. تیتانوسورها یکی از بزرگترین انواع دایناسورهایی بودند که روی زمین زندگی می‌کردند. تخم‌های دایناسورهای عظیم الجثه به طرز قابل توجهی دست نخورده باقی ماندند. برخی از آنها در حال حاضر به نمایش گذاشته شدند و اقداماتی برای محافظت از تخم‌های باقی مانده هم در حال انجام است. ایلان ماسک، میلیاردر کارآفرین و صاحب کمپانی توسعه فناوری تسلا، میگوید تا یه دو دهه حدود 1 میلیارد ربات انسان نما روی زمین وجود خواهد داشت، اما این را مشروط به ثبات پایه‌های تمدن می‌داند. ماسک اخیراً با پیشبینی دیوید هولتز، بنیانگذار آزمایشگاه تحقیقات هوش مصنوعی میجرنی، موافقت کرد. او گفته بود که تا دهه 2040 حدود 1 میلیارد ربات انسان نما روی زمین و تا دهه 2060 حدود 100 میلیارد ربات عمدتاً بیگانه در سراسر منظومه شمسی وجود خواهد داشت. تسلا خود یک ربات اولیه انسان نما به نام تسلا اپتیموس تولید کرده و این ربات که تحت عنوان تسلا بات هم شناخته می شود، برای اولین بار در رویداد روز هوش مصنوعی کمپانی در آگوست سال 2021 پرده برداری شد. ماسک در آن زمان گفت که تسلا قصد دارد تا سال بعد یک نمونه اولیه کامل بسازد و گفت تصور می کند که در آینده تجارت در زمینه ربات های انسان نما از تجارت خودرو پردرآمدتر باشد. ماسک بعداً در جریان رویدادهای دیگری در اکتبر سال 2022 گفت که امیدوار است در نهایت میلیون ها ربات اپتیموس بسازد و افزود که قیمت تمام شده ی هر کدام از این ربات ها در نهایت 20 هزار دلار خواهد بود. قیمت ها در بازارهای ارز و طلا در ایران روندی سعودی دارند. روز سه‌شنبه سوم بهمن ماه بهای هر دلار آمریکا به 54500 تومان و قیمت سکه به 32,752,000 تومان رسید. همزمان به افزایش نرخ دلار، تابلوی بورس در روز سه‌شنبه به رنگ قرمز درآمد. شاخص کل بورس در پایان معاملات سوم بهمن ماه با 26000 واحد ریزش به 2,129,000 واحد رسید. روز سه‌شنبه سکه موسوم به امامی با 2% رشد نسبت به روز دوشنبه 651,000 تومان گران‌تر فروخته شد. در بازار ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران با افزایش حدود 650 تومانی نسبت به روز دوشنبه 1.2% رشد داشت. یورو هم درصد رشد مشابهی را تجربه کرد و به قیمت 59,500 تومان رسید. بینندگان عشمان، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی.
روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.